خب کیان درخشان یکی از معترضانی امروز با ما هست که از آسیب دیدگان چشمی ایشون هستند. کیان درخشان جزو اولین کسانی بود که در روز 27 شهریور به همراه نچیروان معروفی و محمد پارسا صحت در شهر سقز در واقع توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و چشمشون آسیب دید. امروز کیان درخشان به خاطر شرایطی که براش وجود اومده ناچار به ترک ایران شده متاسفانه، و من قبل از هر چیز ازش تشکر میکنم که وقتش رو در اختیار ما گذاشت برای این گفتگو. خیلی خوش آمدی کیان درخشان عزیز. میخوام که صحبت اولت رو با همون روز 27 شهریور شروع کنی. اون روز چه اتفاقی افتاد و چطوری نیروهای امنیتی به تو شلیک کردن؟ تو در اون لحظه چه کار میکردی؟ با عرض درود فراوان، بنده کیان درخشان هستم، 23 ساله از شهرستان سقز و یکی از اولین آسیب دیدگان انقلاب ژینا امینی هستم. من در تاریخ 26 شهریور 1401، یعنی اولین روز آغاز انقلاب ژینا، زمانی که مردم از آرامستان آیچی سقز با شعار زن زندگی آزادی به داخل شهر برمیگشتن، ما در میدان قدس سرخز تجمع کرده بودیم و همصدا با مردم شعار جنجیان آزادی رو میدادیم که از طرف نیروهای سرکوبگر به طرف ما گاز اشکاور پرتاب کردن. در آن لحظه من در حالی که گلوله گاز اشکاور را برداشتم و به طرف خودشان پرتاب کردم، مستقیم با تفنگ ساسونی به من شلیک کردم و مورد اصابت حدود 70 الی 100 تا ساسمه قرار گرفتم و بر روی زمین افتادم و تجمعی از معترضان مرا به درمانگاه باران بردم، بعد به بیمارستان شفای سقز انتقال یافتم و تقریبا دو تا عمل جراحی انجام شد از ناحیه شکم که خونریزی داخلی داشتم، و بعد اینکه من وضعیت وخیمی داشتم به یکی از استانها یعنی استان تبریز انتقال یافتم و 2 روز در بیمارستان نیکوکاری چشم آنجا بستری بودم و دکترا به حدی گفته بودن که من مشکل بیناییم به حدود 6 درجه چشمم ضعیف شده و به بیمارستان امام رضای تبریز بخش ICU 5 انتقال یافتم و نهادهای امنیتی مانند سپاه و سردار نزاجا، دادستان کل تبریز و صدا و سیما آنجا حضور داشتن و از من مصاحبه اجباری، یعنی که من با اونا مصاحبه اجباری داشته باشم، که در حالی که من هوشیاریم زیر 50% بود، 50 بود و من از هوشیاری سوء استفاده کردم و اعترافات اجباری ازم گرفتن، مثل اینکه صدا و سیما میخواست که بگم من حالم خوبه و هیچ مشکلی ندارم و در بهبودی کامل هستم، ولی همچین چیزی نبود. واقعا من روزای خیلی بدی رو طی کردم و حتی من اجازه ملاقات با خانواده‌ام را نداشتم، نمیذاشتم باهاشون تماس بگیرم و در ICU که اونجا حضور داشتم حتی پرستارام و دکترا نمیذاشتن از تلفن شخصی خودشون استفاده کنن. خیلی ممنون، واقعا خب روایت دردناکی. اون موقع هم یک فیلم از شما منتشر شد همون روز که روی زمین افتاده بودی و صورتت خونی بود در حالی که به بیمارستان منتقل میکردن، درسته؟ درسته. خیلی از رسانه ها لینک رو به زیر گذاشتن، مخصوصا همونی که در درمانگاه باران صورتم زخمی شده بود، به ساسمه به صورتم اصابت کرده بود و به سر صورت و بدنم کلا اصابت کرده بود و تقریبا حالا در مورد ساسمه هم تقریبا 2 تاشون نزدیک نخاع هم قرار گرفته و جدیدن دردای مزمنی از خود نشون میده و با
دارو دارم کنترلش میکنم و یکی از ساسمه ها به بازوم یعنی عصب اگزانالین بازوم در داخل استخوانم قرار گرفته و عصب اگزانالینش را تحریک میکنه. خب اون موقع همه فکر میکردن که شما فقط از ناحیه چشم زخمی شدید، اما الان توضیح دادید که گلوله علاوه بر صورتتون و چشمتون به در واقع به شکمتون هم اصابت کرده. همه اون گلوله ها موفق شدن پزشکان که از بدن شما خارج بکنن یا نه؟ خیر، تقریبا من در خیلی من تقریبا نزدیک 70 الی 100 تا ساچمه داخل سر و صورت و بدنم قرار داره و تقریبا دکترا تونستم فقط چند تاشو در بیارم و خودم تقریبا تونستم نزدیک 4 تا الی 5 تاشو از بدنم خارج کنم. خب الان وضعیت چشم شما به چه صورت هست؟ آیا به بیناییتون دچار مشکل شده؟ بیناییشو که دارم ولی حدود 6 درجه ضعیف شده و تقریبا آستیگمات هم شده. و میتونین توضیح بدید در طول این تقریبا یک سال گذشته از زمانی که از زخمی شدن شما میگذره تا الان چه شرایطی رو پشت سر گذاشتید؟ آیا تحت فشار بودید؟ روند درمانیتون آیا به صورت درست انجام شده در ایران یا نه؟ بله، من بعد اینکه از آی‌35 تبریز یعنی بیمارستان امام رضا که ترخیص می شدم در سقز یه هفته در قرنطینه خونه بودم، حتی پدر و مادرم اجازه نمی دادن از خونه خارج بشم و بعد 22 روز منو به یکی از نهادهای امنیتی یعنی اطلاعات 114 و 113 احضار کردن و من در آنجا چون که خودم در تئاتر یا بازیگر تئاتر هستم صدام زدم و اعترافات اجباری ازم میگرفتن که میگفتن باید بگی روزی که بهت ساسمه اصابت شده و به شلیک شده و رو باید به بازیگری جلوه بدی، ولی من همچین اعترافات کذبشون رو قبول نکردم و زیر حرف زورشون نرفتم. خب اگر برگردیم به یک سال قبل، اون روزی که مراسم خاکسپاری زنده یاد جینا مهسا امینی بود و شما در این مراسم شرکت کردید، چرا فکر کردید که اهمیت داره در این مراسم حضور پیدا کنید؟ من که چون خودم پایبند قوانین سوسیالیسم هستم یعنی برابری و برای برابری هم خواهم جنگید و در این حکومت نه بعد در حکومت‌های بعدی هم که بخوان ظلم بکنن و من در برابر این ظلم خواهم ایستاد و نمیذارم برابری و انسانیت از بین بره. الان شما نهایتاً مجبور به ترک ایران شدید. چه شرایطی پیش اومد که ناچار شدید ایران رو ترک بکنید؟ متاسفانه پرونده های دادگاهیم بالا اومده بود. تقریباً یه عالم جریمه شده بودم و فشارهای سیاسی خیلی تأثیر داشت رو من که از ایران خارج بشم و مخصوصا همون فشارهای سیاسی که اطلاعات 113 و 114 منو صدا می زدن و تقریبا چند روز پیش که نه تقریبا دوروبر 17-18 روز پیش دوباره اطلاعات منو صدا زد و میخواست منو بازداشت کنه، ولی من به صورت قاچاق متاسفانه تونستم مرزا رو رد کنم و به کشور همسایه پناه ببرم. اشاره کردید به پرونده هایی که براتون تشکیل شده، اینها چه پرونده هایی بودن و به چه اتهامی برای شما پرونده تشکیل داده بودن؟ من به 3 تا اتهام محکوم شدم: تخریب اموال عمومی،
توانی همکاری با گروه های سیاسی مانند حزب دموکرات، حزب کومله و ضربوشت مأمورین. به عنوان سوال آخر کیان عزیز، این یک سال گذشته رو چطور میبینید و مخصوصا الان که در آستانه اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هستیم، چطور میبینید این روزها رو، این شرایط رو و اولین سالگرد رو چطور میبینید؟ بله، ما در آستانه سالگرد شهید جینا امینی هستیم و از مردم ایران، چه کرد، چه بلوچ، چه ترک، چه عرب، چه بختیاری، از همه میخوام در اعتراضات و اعتصابات شرکت کنن و این ظلم را شکست بدیم. ما راه خیلی سختی ادامه دادیم و این همه شهید دادیم، این همه چشما نابینا شده، این همه آسیب دیدن، ساچمه در داخل بدنشون هستش یا مجروح شدن که من اسمشون میذارم سوقات انقلاب و خیلی هم الان زندان هستن، زندانه شهید کچویی، قزلحصار، اوین، و ما رایشون را ادامه خواهیم داد و برای آبادی ایران تلاش و کوشش خواهیم کرد.